یکی از ذهنیت ها و یکی از اشتباهات رایجی که در بین زبان آموزا وجود داره اینه که بسیار در فراگیری زبان عجله دارن. عجول بودن در رسیدن به هدف و فراگیری زبان اشتباه یک حاصلی جز ایجاد استرس در شما نخواهد داشت. و همونطور که در مجموعه انگلیسی مثل آب خوردن به طور مفصل در مورد این موضوع صحبت کردیم براتون، استرس و نگرانی یکی از عواملیه که تأثیر منفی در کیفیت فراگیری شما خواهد داشت. پروسه فراگیری و به خصوص فراگیری عمیق پروسه زمانبره و نیاز به تلاش و کوشش داره. اشکالی که عجول بودن داره در اینجاست که زبان آموز عجول انتظار داره در یک بازه زمانی بسیار کم به حجم زیادی از دانش و اطلاعات برسه. و همونطوری که در تکنیک آهسته و پیوسته در مجموعه انگلیسی مثل آب خوردن گفته شده، اگه به دنبال فهم و فراگیری عمیق و کاربردی هستیم، در یک بازه زمانی کم این امکان وجود نداره. از طرفی اگر با داشتن این ذهنیت شروع به یادگیری زبان میکنیم، با استرس و نگرانی دنبال فراگیری هستیم و طبیعتاً چون مطالب رو با استرس و نگرانی تمرین و مرور میکنیم، مطالب رو با کیفیت خوبی فرا نخواهیم گرفت و پس از گذشت مدت کمی یا ناامید میشیم و یا اینکه اعتماد به نفسمون رو از دست خواهیم داد. از طرفی عجول بودن در فراگیری باعث میشه که زبان آموز عجول از مطالب و منابع مورد مطالعه با عجله پرش بکنه و بعضی از مطالب رو که مهم هم هستن به اونا توجه نداشته باشه و خوب یاد نگیره. نیازی به عجله نیست، با حوصله و شکیبایی کامل و محکم و عمیق پیش برید. برعکس زبان آموزان عجول، زمانی که با آرامش و حوصله پیش برید و با پیروی کامل از تکنیک ها کم کم و عمیق فرا بگیرید، باعث میشه که کمتر به مشکل بر بخورید و در مواجهه با مسائل بر این باور خواهید بود که بله، مسئله همیشه هست، اما جای خوشبختیه که من میتونم مسائل رو حل کنم و پیش برم. در ضمن فراگیری عمیق و پیشروی روزافزون باعث میشه که نتیجه بگیرید و خودتون رو توانمند بدونید و با پیشرفتی که خودتون احساس خواهید کرد اعتماد به نفس بالاتری خواهید داشت. همین ذهنیت اعتماد به نفس شما رو بالا میبره و انگیزه شما رو بالاتر خواهد برد و قویتر و مصممتر ظاهر خواهید شد و پیش خواهید رفت. نیازی به عجله نیست. برای فراگیری زبان و رسیدن به هدف خودتون برنامه بلند مدت تعیین کنید. اگر زمانتون کوتاهه و میخواید در زمان کمی به هدف خودتون برسید، قطعا مدت زمان مرور تمرین روزانه‌تون رو باید بالا ببرید و بیشتر تلاش کنید. فراگیری عمیق و با کیفیت موضوعی نیست که با جادو و طلسم جوشونده بشه در اون موفق شد، اما با پیروی از تکنیک‌ها و روش‌های آزمایش شده و نتیجه گرفته و مؤثر و مفید، سرعت و کیفیت فراگیریتون رو بالا خواهید برد و در زمان کمتری به نتیجه خواهید رسید. بسیار تبلیغات میشه که تسلط به انگلیسی در 10 جلسه و 20 جلسه، در 1 ماه، در 2 ماه. واقعا نتیجه گیری از این کلاسایی که در 10 جلسه میخوان مطالب رو انتقال بدن واقعا بحث برانگیزه. باید در مورد نتیجهش یکم فکر کرد. دوستان عزیزم، پروسه یادگیری زبان، نه تنها انگلیسی، هر زبانی هیچگاه پایان پذیر نیست. زبان فارسی رو در نظر بگیرید که زبان مادری اکثرتون هم هست. ببینید، حتی روزانه شما دارید یک سری مطالب جدیدتر در فارسی یاد میگیرید. نحوه بیان بهتر جملات رو یاد میگیرید. نحوه بیان مؤثر و مفید جملات رو یاد میگیرید. و از رهگذر این یادگیری روزافزون در صحبت کردن فارسیتون روز به روز بهتر از گذشته ظاهر خواهید شد. در انگلیسی هم دقیقاً به همین ترتیبه. نه تنها در انگلیسی، در هر زبانی شما لازمه که روز به روز پیشرفت بیشتری داشته باشید، تمرین بیشتری داشته باشید تا اینکه بهتر ظاهر بشید. پس این موضوع رو همیشه تو ذهنتون داشته باشید. یادگیری زبان هیچگاه پایان پذیر نیست. پس نیازی به عجله نیست. با آرامش و محکم و قوی پیش برید. همچنین هیچگاه دچار این اشتباه نشید که در یک بازه بسیار زمانی کم میتونید به حجم انبوهی از دانش و اطلاعات برسید. طبیعتاً این اطلاعاتی که در بازه زمانی کمی وارد مغز شما بشه، به همون سرعت هم از مغز شما خارج خواهند شد. به این دلیل که شما فرصت آدرس‌دهی و فرصت ذخیره کردن اون اطلاعات و دانش رو در حافظه بلند مدت خودتون به مغزتون ندادید. و
یکی از اتفاقاتی که بسیار زیاد رخ میده در یادگیری برای زبان آموزان عجول اینه که اوناس انتظارشون این است که در این یک بازه زمانی کمی که فرصت گذاشتن و مطالعه کردن به هدفشون نزدیکتر بشن و پیشرفت داشته باشن، ولی به لحاظ این اشتباه در یادگیریشون که عجله دارن و استرس دارن، همونطور که گفتیم کیفیت پایینی هم برایش اونها حاصل خواهد شد، میبینن که در این بازه زمانی به نتیجه نرسیدن، طبیعتا دل سرد میشن و دل زده میشن و ادامه مسیر یادگیری رو رها میکنن. پس دقت داشته باشید، نیازی به عجله نیست، با آرامش مطالعه بکنید، با آرامش یاد بگیرید و با آرامش استفاده بکنید، عجول نباشید. مشتاقانه منتظر پاسخگویی به سوالاتتون هستم. امیدوارم که تکنیکایی که بیان میشه مفید باشه و از اونها خوب بتونید استفاده بکنید.